آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خرسند و تندرست و شاد باشید. با هزاره شعر فرصت شایسته‌ای برای پرداختن به شعر فارسی با دیگر خدمتتون رسیدم و این برنامه رو میخوام با غزلی از سعدی آغاز کنم که میدونم غزلی که آب از اون میچکه و لذت سرشار ایرانی در بنمایه همه غزل‌های او هست. لحظات خوشی خواهیم داشت. یه غزل مشهور اما دلخواه. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟ نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. ز دوستان به جفا سیرگشت مردی نیست، جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم. چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل، ضرورت است که درد سر خمار کشم. گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم. درود دوباره خدمت شما عزیزان هموطنم. بار دیگر فرصتی دست داد تا حافظ بخونیم با هم، اون هم در شرایطی که علاوه بر خوانش حافظ که خودش لذت بخشه، چند کلامی هم در حضور مهمان برنامه درباره قابلیت‌های غزل انتخابی با هم صحبت کنیم. مثل همیشه خانم دکتر لیلا پربچه عزیز اینجا هستن. درود میفرستم به شما، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالم که باز هم حافظ بهانه شد تا دقایقی رو در کنار هم باشیم. درود بر شما، سپاسگزارم از حضورتون. خب در این نوبت کدام غزل حافظ رو برامون میخونید و دربارش صحبت میکنید؟ با اجازتون غزل یاربی نو گل خندان. به به، بفرمایید. یاربان نو گل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش. گر به سر منزل سلما رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه. جای دلهای عزیز است، به هم بر مزنش. گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد، محترم دار در آن طره عنبر شکنش. در مقامی که به یاد لب او می نوشند، یا در مقامی که به یاد لب او می نوشند، سفلان مست که باشد خبر از خیشتنش. ارز و مال از در میخانه نشاید اندوخت، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نه حلال، هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نه حلال. سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. بله، شعر حافظ همه بیت الغزل. بله، ما در آغاز صحبت درباره هر بیت به این اشاره میکنیم که انتخاب یک غزل یا انتخاب یک بیت از حافظ خیلی کار دشواریه و بیت آخر این غزل دقیقاً در تایید همین حرفه. و من معتقدم اگر مثل امروز که یک کتاب شعر منتشر میشه، یه گزیده، یه تیکه، یه چند سطری از اون کتاب رو به عنوان نمونه برتر پشت جلد کتاب چاپ میکنن، اگر قرار بود شعر حافظ امروز به اون شمایل منتشر بشه، این بیت بسیار بیت مناسبی بود برای پشت جلد کتاب. در واقع همه بیت‌های حافظ رو در خودش داشت. دقیقاً. یادآوری می‌کنه. و نشون میداد که ما نمیتونیم انتخاب کنیم اصلا. چه غزل خوبی انتخاب کردید. سپاسگزارم ازتون. و هم از جهت زبانی، نحوی، غزل قابل بررسی است، هم مثل همیشه تداعی‌ها و ارجاعات هنرمندانی حافظ به اضافه زبان چند لایه. خب از کجا شروع میکنید بس رو؟ به کجا ما بیشتر دقت کنیم؟ یه اشاره خیلی کوچیکی که البته ازش سریع بگذریم و چون موارد خیلی بهتری هم هست که بهش تمرکز داشته باشیم، این ضمیرهایی که در انتهای هر بیت اومده و هر کدوم یه نقش دستوری متفاوت دارن، یک جا مفعوله، یک جا مضافون الیه، برخی اینها رو میگن ضمیر رقصان، بعضی میگن پرش ضمیر، جهش ضمیر، جابجایی ضمیر. مثلا در بیت اول، یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، او را به من سپردی. یا جایی که میگه دور باد آفت دور فلک از جان و تنش، اینجا مضاف الیه، جان و تن او. بله. و وقتی این اتفاق در ردیف یک غزل میفته، ما میبینیم که ردیف یک کلمه مکرره ولی نقش نحوی هی داره تغییر میکنه. اینجاست که هنرنمایی حافظ در واقع تنوع بیان داره، دقیقاً خودش رو نشون میده. یعنی لفظ واحده ولی نقش دستوری متنوع. خب این کمک میکنه به اون تنوع لحن هم، حتی هم به تنوع لحن کمک میکنه، هم دقت خواننده و شنونده غزل رو به شدت باید بالا ببره، چون شنونده یا خواننده غزل باید در انتهای هر بیت در انتظار یک شگفتکاری نحوی جدید باشه و این خیلی تمرکزش رو بالا میبره. و البته خیلی خلاصه عرض کنم خدمت جوانترهایی که بیننده این گفتگو هستن، این شگفتکاری نحوی که خانم دکتر گفتن یکی از مؤلفه های زیربنایی شعر هست، یکی از حد فاصل ها و تنوعاتی که در مقایسه شعر و نثر ما، یا بهتر بگم شعر و غیر شعر، همواره در نظر میگیریم. اون که بارها گفتن رستاخیز زبان، در واقع این رستاخیز در نحو اتفاق میفته. نباید حتما شعر دقیقا همانی باشد که در گفتار معمولی استفاده میشود. خب از این ماجرای ضمیر و این اتفاق نحوی که بگذاریم، که در بعضی از ابیات کاملا خودنمایی میکنه، بریم سراغ حافظانه های این غزل. این غزل خب بیت اول و دوم که دعاییه و مخاطب خداوند، از بیت سوم باد صبا مخاطب قرار میگیره، بیت سه، چهار و پنج مخاطب باد صبا هست و اینها موقوف المعانی هستند از این حیث چون مخاطب واحد دارن. به صبا در بیت چهارم میگه به ادب ناف گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیز است به هم بر مزنش. خب ناف گشایی کردن که منتشر کردن عطر خوش برای همگانه. بله. ولی درباره کلمه نافه، خب فکر می‌کنم جالب باشه اگر صحبت کنیم و حتما مخاطبان میدونن که نافه یکی از عطرهای بوهای خوشی بوده که در ناف آهو جمع می شده بر اثر یک مشکل گوارشی که خارش ایجاد می کرده، خون جمع می شده در ناف آهو و این هی که بعد از ناف هست داره نسبت میده این عطر رو به ناف آهو و تجمع می کرده در ناف آهو، حالا یا استخراج می شده یا خود آهو اینو به خاطر خارشی که داشته به صخره سنگی جایی می مالیده منتقل می کرده.
و از این حیث به نظرم این پیشینه‌ای که داره خیلی جالب توجهه و میبینیم که این ماده خوشبو رو مشک نامیدند، که مشکی که از ناف آهو گرفته میشه، که در اون بیت دوم اولین غزل دیوان حافظ میگه به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، که نافه گشودن اونجا داره، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. اونجا کلمه مشک رو هم میاره کنار نافه که این ترکیب کامل بشه. به اضافه اینکه خون در دل افتادن رو در دو معنی حامی استفاده میکنی، که همین قصه تولید مشک هست که خون لخته شده در نافه آهوس و یکی خب خون به دل شده هست رو حمایت میکنه. و خب زلف سیاه هم اون رنگ سیاه به هر حال با اون نافه با اون مشک تناسبش برقرار میشه، رنگ تیره ای داره. به این ترتیب دو تا صفت مشهور زلف معشوق در شعر فارسی اینجا یادآوری میشه، یکی سیاهی زلف و دیگری خوشبو بودنش بعد. و رابطه صبا با بوی خوش زلف یار، که همواره میوزد و بوی زلف رو به عاشق میرسونه، که خود حافظ در جای دیگر میگه که زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم. در واقع باد میاد و بوی خوش زلف رو میاره و حال معشوق، حال عاشق رو در واقع دگرگون میکنه. یه بیت دیگه هم این غزل داره، هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نه حلال. بعد مصرع دوم میگه سر ما و قدمش، بعد ما منتظریم که یه اتفاق خیلی شگفت انگیز خیلی وحشتناکی بیفته در ادامه، یا بعد میگه یا لب ما و دهنش. یه غافلگیری توی این بیت اومده از این جنس که ما توقع یک اتفاق شگفتی داریم ولی یه اتفاق خیلی ساده رو لحاظ میکنه. از این نوع برخوردها ما در شعر سعدی دیگه خیلی داریم، یعنی اصلا سعدی خداوندگار این نوع برخورده که یک توقعی رو در مخاطب ایجاد کنه و بعد به سادگی اون رو رها کنه. یه نمونه داره، میگه چنانت دوست میدارم که در رو... که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. با توقع داریم یه چیز خیلی شگفت انگیزی بگه ولی نه من صبر نمیتونم. این بیت هم از این نظر از اون جنسه و این غافلگیریه، چون با توقعی که در مخاطب ایجاد شده همخوان نبوده، یه جور اون برجسته سازیه رو داره در خودش. بله، در ادبیات یکی از اصول خلق ادبیات هست که برجسته‌سازی بشه، ضمنی که در مفهوم هم میخواد بگه یا به وصالش میرسم یا جانم رو میذارم سر ما و قدمش. یا منتها چون سر ما و قدمش رو اول آورده، ما منتظر اتفاق بدتری بعدش هستیم. سپاسگزارم. بله، باز هم فرصت تمام شد، اگرچه بسیار بهره بردیم از سخنانتون. خانم دکتر لیلا کربچه عزیز رو به خدا میسپرم و با شما همچنان هستم. دل من باز مثل سابق باش، با همان شور و حال عاشق باش، مهر می‌ورز و دم غنیمت دان، عشق میباز و با دقایق باش. بشکند تا که کاسه‌ات را عشق، از میان همه تو لایق باش. خواستی عقل هم اگر باشی، عقل سرخ گل شقایق باش. شور گرداب و کشتی سنگین، نه اگر تخت پاره قایق باش. بار پارو و لنگر و سکان بفکن و دور از این علایق باش. هیچ باد مخالف اینجا نیست، با همه بادها موافق باش. اگر آنچنان که منتقدین و محققین در حوزه ادبیات هنر به خصوص وقتی که درباره طنز جستجو می‌کنند
این باشه که طرز اولین کار کردش نقد اجتماعی هست. یکی از معضلات اجتماعی روزگار ما همین روزهایی که درش هستیم گرانیست. میدونم انگوش گذاشتم به زخم خیلیاتون و انشالله که زیاد دردتون نیاد. اما در میزی که با اکبر اکسیر عزیز سخن میگوییم این بار به موضوع گرانی بپردازیم و ببینیم طنز فرانو به گرانی چطور پرداخته. ابتدا درود بر شما. خوش اومدید. تشکر میکنم. من واقعا یکی از قربانیان گرانی هستم به عنوان یک معلم بازار. اصلا شما خودتون گرونید آقای اکسیر. و واقعا این گرانی برای ما فخره، برای ما اعتباره. من خدا شاهده از هر راسته‌ای که در آسترا میگذرم سیل یا خیلی عظیمی از بازاریان به من تعظیم میکنن و دعا میکنن خدا یا وجود ایشان رو از هر بلایی واقعا در امان نگهدار تا بیاره پول ما را بده. از زمانی که از زمان ازدواج من تا امروز بدهکارم و خدا این بدهکاری رو از سر من کم نکنه. موجب احترام شده. واقعا هم موجب هم موجب سلامتی منه. همه دعایم میکنن که به من خدای نکرده. مثلا میخوام از این خیابان به اون طرف برم یکی دستمو میگیره. یکی ماشینا رو میگیره. خدای نکرده ما بود برای خودت. بله که واقعا دستشون به کجا بنده اون وقتی. واقعا هیچ جا. اینه که من برای گرانی رو با گوشت و پوست و دیگه کفش و لباس و کلاه همه اینها من حس کردم. و فهمیدم که فضیلت انسان نابود نمی شود جز با فقر و گرانی مصنوعی بازار. ما می بینیم، من وقایعی را می بینم که از بی‌عدالتی بعضی از آدم هاست و این گرانی را باید متخصصین درجه یک اقتصادی بشینن براش فکری بکنن. خب حالا گرانی بشه. طلا، دلار و هر سوژه دیگر واقعا ریشه در مسائلی دارد که اونها بهتر از ما میدونن. ما شاعران فقط گفتم اومدیم که این گرانی را قابل تحمل تر بکنیم. بله دوستان را به صبر و حوصله فرا بخوانیم و غیر از این هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. خب گرانی که حتما موزل زندگی شخص شما هم هست، بنده و دیگران. ابزار شما ابزار کارسازیه، چون زبان مؤثری دارید که این زبان طنز شماست که هم به راحتی گفت از وقتی که طنز به وجود اومد شوخی به وجود اومد، حرفی تو دل کسی نموند. من شاید مستقیم از گرانی گله کنم، اما شما جوری تصویر میکنید گرانی رو که ضمن این که خیلی دقیقتر و عمیقتر از من دیده اید روحیه اجتماعی هم میبخشید به جماعت که شعر شما رو درست. خب بریم سراغ شعر شما و اینکه گرانی چطور در شعر شما پدیدار شد. جناب کاکا من خدا شاید امتحان کردم این رو خدمتتون میگم. سیب زمینی گران شد، من برای شعر گفتم در آستانه یکی از دوستان خوندند. 10 تومن بود اون موقع. بعد از پخش ترانه شد 12 تومن و هفته بعدش 15 تومن. اینی که برای گرانی هم شعر میگیم بازم اون گرانتر میشه. نه خب شما گرانی میکنم به نمیه، ولی توجه دیگران رو به اون جلب میکنم فقط تا صبور باشم و سکته نکنند. کانگروها همه جا هستند، آسترا یا استرالیا چه فرقی میکند؟ با آنکه 4 پایند 4 پا دارند روی 2 پا راه میروند. با آنکه بال ندارند خوب میپرند، خسته شدند روی دم خود میستند و کیسه میدوزند. کیسه داران همه جا هستند. به به. اول یه گوشت ارزانی آوردم، ملیه گفت نخری یا. گفتم چرا؟ گفت اینا به نظرم گوشت کانگروه چون دستای تلوش کوتاهه. منم نخریدم. یارانه بفرمایید. و شما میدین در این گرانی یارانه چقدر به درد مردم رسید. یارانه تا چند سال پیش از سوپر مرغ همسایه فقط چند ماشین آخرین مدل می آمدند و برای سگهایشان پا و کله مرغ می خریدند. نیسان وانت کیوی نه خارش می آورد، خارش جلو می آورد. موز یبوست می آورد. فوجی، نارگیل، آناناس اینا هم درد معده می آورند.
انبه قند رو زیاد میکنه، آووکادو تربی را زیاد میکنه، دراگون، بلوبری، کوزبری، اینا را این عروس ما به من یاد داده، این کلمه را من نمیدونست. خب کرومبری را هم تا پرسیدم چند، میده هم ترشید. خدایا شکرت، تمام میوه های لوکس با بدن ما سازگار نیست. خدا این بدبختی خیار رو بدن سیب وانت را از سر ما کم نکنه. اونا هم کم کم لوکس شدن واقعا. دندان پزشکی، خیال می کردم دندان برای خوردن است، پیر که شدم فهمیدم دندان برای خندیدن است. خیال می کردم ماسک برای بهداشت است، تازه می فهمم برای حفظ آبروست. وقتی از ته دل می خندیم و دندانی نداریم. در مطب می گفتن دندان درد بالای درد هاست، آنجا فهمیدم بالاترین دردها نداری است. وای نداری. یکی در گذشتگان میگفت که بدترین درد کیسه بیماری است. کیسه بیماری. کیسه بیماری. کیسه معنی جیب. آها جیب. به به به. کمسیون. من خودم را با برادرم مقایسه کردم. برادرم مشاور املاک است. من مشاور افلاک. به به. او زمین ها را متر می کند، من آسمان ها را. من از ساختن بیت خوشحال می شوم، او از فروختن بیت یعنی خانه. او چندین دفتر دارد، من چندین کتاب. او هر روز بزرگ می شود، من هر روز کوچک. با تمام اینها نمی دانم چرا اهل محل به من می گویند اکبر، به او می گویند اصغر. اکبر و اصغر، بسیار عالی. خب در واقع اوضاع اقتصادی رو نقد کرده اید شما دیگه. بله بله، از گرانی که من حرف میزنم واقعا میخوام این رو ثابت بکنم که فضیلت انسان رو از دست میده. واقعا خیلی سخته. انشالله پدر بزرگ میشی و روزی که نتونیم برای نوهتون یه اسباب بازی دلخواهشو بخرید چقدر تحقیر میشیم. من امیدوارم وضعیت مردم هر چه زودتر اونقدر خوب باشه که دیگه بازنشسته ها، افراد کارگر، افراد بی، حتی الان بازاریان هم به واقعا مشکل برخوردن. بله. امیدوارم این موزل گرانی، این بدبختی بازار هر چه زودتر تبدیل بشه به یک رسم خوشایند تجارت، ما ترکی میگیم آلشوریش، خرید و فروش، و مردم در کنار هم بتونن همه از مزایای نعمت خداوند برخوردار بشن. چرا شما انواع میوه را الان فصل تابستان بتونیم بخورید، ولی ما هنوز در حسرت این هستیم که گیلاس چه میاد به قیمت 50 تومان تا ما. اینها همه مشکلاتی هستن، ولی خدا را شکر که شاعران غم نان ندارن، همهشون در اعلی العلیین پرواز میکنند و با فرشتگان خداوند قرین هستند. و اینا را که من میگم محض شوخی بود. یه شعر کوتاه برام بخونید که گفتار امروز رو تموم کنیم اگر چیزی دم دست است. مراسم روز درختکاری، من و ملیحه ردیف به ردیف درخت کاشتیم. تبر، تبر گرانی، با دست گلی آمد، تقدیم برای عرض تبریک. درختان برای احترام تا کمر خم شدند و افتادند. خیلی خوب، سپاسگزارم. طنز اکبر اکسیر مثل هر طنز ماندگاری طعم پایانیش تلخه، اما این تلخی روشنی داره چون آگاهی میده، و روشنی داره چون حال آدم رو با همه تلخی ها خوب میکنه. اکبر اکسیر عزیز رو در این فرصت به خدای بزرگ میسپارم و با شما ادامه میدیم هزاره شعر.
دیده گر در فراق خون بارد، حق او هم تمام نگذارد. با غمش هیچ بر نیارم دم، گر جهان بر سرم فرو دارد. در وفا داشتنش جان بدهم، تا مرا بی وفا نپندارد. آذر و مانی ار شود زنده، هر یکی خواهدش که بنگارد. این برنده چو او نپردازد، وان به خامه چو او نبگذارد. آذر و مانی ار شود زنده، یه توضیح اینجا بدم خدمت نازنینان. آذر و مانی خب یکی بت‌تراش بوده، مانی هم نقاش بوده. این رنده و خامه به نوعی اشاره داره به اون بیت بالایی خودش، میگه که در واقع این با رنده بوتی مثل اون رو نمیتونه بتراشه و مانی هم با خامه یا قلم نمیتونه چیزی یا کسی رو، تصویری رو مثل او در واقع نقاشی بکشه. جالب اینجاست که این وسوسه عشق انگار از سر مسعود سعد سلمان هم وسوسش نتونسته دست برداره. مسعود سعد که 25 سال به حال محبوس بوده، در زندان بوده، ولی باز هم وسوسه عشق رو در شعرش میبینیم. روی او همچو گل همی خندد، چشم من همچو ابر میبارد. نشمرد نیم ذره جرم رهی، چون که روز فراق نشمارد. یا دل او مرا نمیخواهد، یا به من آمدن نمییارد. رفت و ترسم که او به نادانی به کسی دل به مهر بسپارد. همه شب در هوس همی باشم، که نباید که عهد بگذارد. در همه گر کبوتری بینم، گویم از دوست نامه ای آرد. باد اگر گرد بام من بوزد، گویم از یار مژده ای دارد. باد اگر گرد بام من بوزد، گویم از یار مژده ای دارد. این کبوتر و باد هم به نوعی نقش پیام رسان رو در دنیای کلاسیک بازی می‌کردن. یه باد صبا همواره انگار حد واصل بین معشوق و عاشق بوده. ای صبا نکتی از کوی ره یار بیار. یا کبوتر هم که جا به جا می‌بینیم دیگه در ادبیات سنتی. اینجا داره میگه هر کبوتری ببینم ازش میخوام نامه ای خبری از اون بیاره. باد اگه بوزه میگم که کاش بتونه عطر اون رو بیاره. هر کجا هست شاد باد، بدانک از من دل شده به یاد آورد. درود دوباره خدمت شما عزیزان هموطن. بسیار برای من لذت بخشه که یکی از موضوعات اصلی در آثار سنایی با شخصیتی صحبت کنم که مهربان است و دانا، و پیش از اینم خدمتتون رسیدیم. میخوام درباره اعتراض، مفهوم اعتراض و شکلای اعتراض در شعر سنایی صحبت کنیم. سنایی غزنوی که به خاطر نوع نگرشش شاید از جهت تاریخی دومین شاعری است که مفهوم انتقاد زاهدانه و اعتراض به شرایط رو در شعرش بیان کرده. اگر بتونیم قبول کنیم که ناصر خسرو اولیش بوده، سنایی در قصایدش به خصوص مملو از اعتراض ها و انتقاد هایی است که به شکل های مختلف انجام شده. اما بذارید جزئیاتش رو با مصادیق درجه یکش از محضر مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسن نورانی عزیز بشنویم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود، سپاسگزار هستم جناب دکتر کاکاوان و سپاس مجدد بابت دعوتتون و درود به همه بینندگان عزیز این برنامه. پاینده باشید.
سپاسگزار از شما که تشریف آوردید. خب صنایع غزنوی در ادبیات ما جدا از مفهوم عرفان که یکی از نخستین ها هست و دخالت دادن نگرش زاهدانه در قصیده که باز هم جز اولین ها هست، این نگرش زاهدانش حتی با در نظر گرفتن مفاهیم عرفانی نگاه منتقدانه‌ای به جهان اطراف خودش داشته و این شکلی از اعتراض هست که در دوره‌های بعدی شاید مضامین اجتماعی‌تر یا حتی در روزگار ما شکل سیاسی به خودش گرفته. اما اگر بخوایم حرکت ادبیات فارسی رو از زاویه اعتراضی بودن شعر بررسی کنیم، صنایع یکی از نخستین شاعران این مضمون است. بله. حالا چطور اعتراض در شعر صنایع اصلا مبناش چیه و چه شکل‌هایی پیدا کرده؟ بله. ببینید جناب دکتر کوکاوان، شما خب بهتر از بنده میدونید و استاد این زمینه هستید. اساساً ادب فارسی ادب بی موضوعی نیست. به قول اخوان هیچ همچون پوچ عالی نیست. گاهی فریاد مثلا اعتراض هستش به شرایط موجود، گاهی فریاد اعتراض هستش به سختی ها، گاهی فریاد از حمله ها و تاخت و تاز ها، و همیشه در هر شکلش که بوده، حتی در شکل عارفانش، به سمت اجتماعی شدنش گرایش پیدا میکنه. یعنی یکی از ویژگی های منحصر به فرد شاید ادب فارسی اینه که عموماً تحت هر شرایطی یک گرایشی به اجتماعی شدن پیدا میکنه. البته خب در نفس شعر و هنر هم هست که خب به صورت شاعر آرمانگراست و عموماً بین آرمان ها و واقعیت های موجود تطبیق کامل نیست و هر وقت از آرمان‌هاش یاد میکنه طبیعی است که به آنچه که موجود هست انتقاد میکنه دیگه. دقیقاً. و خب ما میبینیم حتی تو هر شکلی از ادبیات، یعنی هر ژانری از ادبیات فارسی رو که بررسی میکنیم، وقتی تعلیمی رو نگاه میکنیم، آمیختگی مکتب ها و سبک ها رو تو هم دیگه میبینیم. بله. یعنی مثلا وقتی میریم سراغ ادبیات تعلیمی، میبینیم وجه غنایی هم توش دیده میشه، اعتراض هم توش دیده میشه. وقتی وارد ادبیات عرفانی میشیم همینطور، هم جنبه تعلیمی به خودش میگیره، هم در قالب یک بیان عرفانی شکل اعتراضی میگیره. و گاهی هم شاعری که مثل صنایعی که شروع شعر عرفانی یا حداقل اصطلاحات عرفانی با شعر صنایعی توی ادبیات فارسی شکل گرفته، و صنایعی تقریبا اولین کسی هستش که اصطلاحات ادبی، اصطلاحات عرفانی رو وارد ادبیات میکنه و راه رو باز میکنه برای بقیه عرفا که از شعر بهره ببرن برای عقاید و ایدئولوژی یا مثلا تفکر عارفانشون. خب حالا گاهی اصلا کلن از عرفان جدا میشه و اعتراض میشه. خب این طبیعیه واقعا، چون ما این دستبندی ها و طبقه بندی های ادبی رو که امروز میگیم ادبیات مثلا تعلیمی جدا میکنیم مثل آثار و ادبیات غنایی، اینو ما به تازگی در قرون اخیر دستبندی کردیم. اونها وقتی که شعر میگفتن که نمیگفتن، سعدی نمیگفت خب من یک اثر در ادبیات تعلیمی بنویسم، حالا مثلا یه شعر غنایی هم بگم. نه، این شخصیت شاعری آدم ها با توجه به اندیشه هاشون و با توجه به گرایش های عاطفیشون و تخیلشون در هم اتفاق می افتاده. اینه که مثلا ادبیات سعدی در ضمن اینکه تعلیمی است، غنایی است. و در اثر سترگی مثل شاهنامه که جز ادبیات حماسی است، ما لحظات غنایی فوق العاده ای داریم. ولی در دیگر شاعران دقیقاً. خب این سخنم از این جهت بود که یک سری آثار خب دستبندیشون حتی شاید در دوره‌ای که خود سعدی گلستان یا بوستان رو خلق می‌کرده، تو این فاصله یک سالی که در واقع این دو تا اثر رو آفریده، خب ذات کار اینه که میگه گلستان در مقدمش میگه دیگه میخوام اثری بسازم و برای لذت دیگران، برای فسحت ناظران و حاضران و این لذت بردن و آرامش یافتن و حالا بیان دیدگاه خودش از زاویه‌ای که زندگی رو میبینه و زندگی رو معنا میکنه. ولی این کار رو مثلا ما در مولوی نمیبینیم. یعنی جنبه اجتماعی شعر مولوی با تعریف جامعه شناسی ادبیات امروز خیلی کار سختی مثلا ما بخوایم بریم با اون نگاه توش و واردش بشیم، به این خاطر که مولوی گاهی اوقات آدم احساس میکنه این اصلا هم روزگار با دنیای معاصر خودش انگار نبوده، انگار اصلا حمله مغول رو درک نکرده، ندیده، اشاره‌ای به این موضوع ها نمی کنه.
البته تاخت و تازهایی که به افراد و فقها و متکلمینی که در دوران مولوی بودن و در هر دوره ای تقریبا تو ادبیات ما این دیده میشه، محتسب هایی که بودن داره، ولی سنایی اینجا میاد خیلی واضح تو قصایدش گاهی اوقات یک فهرستی از در واقع انتقادهای اجتماعی خودش رو میده، یعنی همه رو از دم تیغ میگذرونه، از بالا تا پایین، از بازرگان گرفته، از فقیه گرفته، از نمیدونم امام جمعه گرفته، از هر کسی که در یک زندگی اجتماعی حضور داره و اجتماع رو ساخته انتقاد خودش رو میکنه و بدیهاشون خیلی با صراحت و آشکار مطرح میکنه و از زاویه‌ای که نگرش صنایع محسوب میشه اون من زهد و اخلاق هست. دقیقاً. و اصلا تفاوت زهد صنایع با دیگر زهدها به ویژه در دوره‌های قبل از خودش اینه که زهد عموماً در گذشته ستم پذیری بوده، یعنی یک جورایی نمیتونیم، حالا نمیخوام این حرف رو بزنم، یعنی این لفظ رو براش قائل بشم، ولی انگار که توصیه به ستم پذیری بوده که مثلا خب حالا شرایط همینه، ما باید بپذیریم و در درون خودمون فرو بریم. تفاوت و تمایزی که زهد صنایعی با زهد دیگران به ویژه افراد قبل از خودش داره اینه که زهد صنایعی یک زهد ستم ستیزه و یک تیغ آشکاریه که گاهی کشیده شده و در قالب حالا قصایدی که نمونه هاش هم داریم و با هم مرور خواهیم حتی کرد حتی نزدیکترین و شبیهترین آدم از این جهت به صنایعی که ناصر خسرو قبادیانی باشه من. تفاوت زهد منتقدانه ناصر خسرو با صنایعی اینه که ناصر خسرو یک مکتب فکری مشخصی رو حمایت میکنه و بر اساس اون مکتب حالا اسماعیلی بوده است و اینها جهان اطرافش رو نقد میکنه، اما زهدی که در شعر صنایعی هست یک مکتب شناخته شده متعلق به یک مذهب یا گرایش فکری خاصی، زهد به شکل عمومی است، یعنی پاکی درون و انجام مناسک دینی و اعتقادی. دقیقاً. و اون اتفاقی که در ناصر خسرو شکل گرفته و امروزه ما به شکل انتقاد به ناصر خسرو نگاه میکنیم که طرفداری متعصبانه ای که داره از حکومت وقت یا حالا اون ایدئولوژی که معتقدش به اون هست باعث میشه که هیچ کدوم از خطاهای اون حکومت یا اون افراد رو از خلفای فاطمی که صحبت میکنه کاملا معتقدانه صحبت میکنه و اصلا هیچ اشاره ای نمیکنه به هر حال حاکمیتی که وجود داره و حاکمیت عموما با اون خطاها با مثلا به هر حال اتفاقهای اجتماعی که قابل نقده، ولی با مثل یک اعتقاد ویژه داره این کار میکنه. وقتی که مثلا حالا میگی تو حکومت وقت از همان مذهب یا مکتب نشأت گرفته، خب طبیعتا ناصر خسرو میپذیره، هر وقت هم نمیپذیره یعنی گرایش روزگار خارج از حوزه اعتقادی ناصر خسرو قرار گرفته. اما به صنایعی بیشتر بپردازیم. حالا همین حکیم صنایعی غزنوی جهان اطرافش رو نقد میکنه، بیشتر در چه حوزه هایی نقد میکنه؟ ببینید حوزه هایی که عرض کردم گاهی قصایدشون اصلا بی حوزه هست، خیلی عمومیت داره به هر آن چیزی که ناخوشایند و ناپسند یک زندگی اجتماعیه، اما مجموعاً میشه به اون چیزی که بیشتر دید به علما و فقها. خب طبیعیه که اینا با مردم عادی که سرکاری نداشتن، یعنی سرکار داشتن اما انتظاری نداشتن، هم عرض هم نبودن که بخواد حالا مثلا به یک چه میدونم چوپانی گله کنه که تو چرا همچین فکری میکنی یا چرا همچین رفتاری میکنی، اما از کسانی که انتظارش رو نداره، از یک بدنه، عموما انتقاد صنایعی به بدنه قدرت و به بدنه ثروت هسته. آیا نمیشه این رو یک مسئله شخصی گرفت و مثلا رقبای قدرتی یا رقبای اعتقادی صنایعی مورد خطاب او بوده باشند؟ ببینید دقیقاً خب این رقبا هستند که باعث حساسیت این اتفاق میفتند، یعنی کسایی که خودشونو گاهی هم حتی به شاعرانی که خودشونو میخوان هم عرض صنایعی نشون بدن و بگن که مثلا ما هم شاعریم، به اونها هم تاخت و تاز میکنه. خب در بهترین کارهاش، در بهترین قصاید صنایعی ما یک موضعی در صنایعی میبینیم که روزگار خودش رو در واقع نقد میکنه به شکل سه اون شخص جمع از پلیدی ها، از ریاکاری ها، از
ظاهر نمایی ها، از بدکاری ها یاد میکنه. دیگه اینجا ما نه به شکل تصویر حساب شخصی میتونیم بهش بپردازیم، نه حتی گریبان خلافکاری رو گرفتن. انگار صنایع راضی نیست از شرایط، یعنی جهانی رو داره نقد میکنه که اکثریت آدم های اطرافش آدم هایی هستن که با معیارهای صنایع آدم های درستی به نظر نمیان. خب اجازه بدین مصداقی تر و عینی تر از رو خود اثر بحث کنیم. فکر کنم مثلا اینم بتونه نمونه خوبی باشه. آره، قصیده هایی داره صنایعی که خب مشخصا درباره یک حرکت خاصی، حالا رقابت با شاعری یا نابسامانی که در یه موضوع خاص دیده اعتراض میکنه، اما قصیده های درجه ای که از صنایعی هست که به روزگار خودش و به اعتقاد من شاید تا روزگار ما هم بله میتونه بعضی وقتا تعمیم پیدا کنه، تعمیم پیدا کنه. ببینیم مثلا مثالی که اینجا من حالا تو ذهنم بود و نگه داشتم، مرد هوشیار در این عهد کم است، ور کسی هست بدین متهم است، زیرکان راز در عالم و شاه وقت کرم است نه وقت کرم است. یعنی زیرکان موقع اندوه رسیده بله. براشون بخششی حاصل نیست. تو ما انتظار داریم که زیرک اینجا به معنی خوب باهوش آدم خردمند حکیم هستش. وقتی چند بیت بیایم جلوتر که بخوایم حالا نگاه کنیم، میگه پادشاه را ز پی شهوت و آز رخ به سیمین بر و سیم ستم است. یعنی اول میره سراغ پادشاه که در رأس یک حاکمیت و یک جامعه قرار داره. عمرا را ز پی ظلم و فساد دل به زور و زر و خیل و حشم است. حالا میاد به عمرا میرسه، بعد سگ پرستان رو که در واقع یک کنایه‌ای هستش و یک بد دهنی و بدگویی هستش به هر کسی که صداقت نداره و دنبال نام و نانه. بعد میاد مرتبه پایین، یعنی سلسله مراتب رو که نگاه میکنیم و پادشاه شروع کرد عمرا، حالا رسید به فقها را غرض از خواندن فقه حیله بیع ربا و سلام است. یعنی فقها هم اگر فقهی میخونن دنبال پول در آوردن خودشونه. صوفیان راز پی راندن کام، قبلشان شاهد و شمع و شکم است. یعنی با این واجارایی زیبایی هم که حالا اگر بخوایم جنبه ادبی کار رو نگاه کنیم، مضمون رو هم خیلی خوب میاره اینجا. زاهدان راز برای زه و زه، قل هو الله و احد دام و دم است. خب این زاهد که قراره که زهد رو به ما آموزش بده، قل هو الله احد شده دامه، یعنی از طریق قرآن داره دام پهن میکنه، دام پهن میکنه که دیگران هم بهش بگن آفرین و آفرین. حاجیان راز گدایی و نفاق، هوس و هوش به طبل و علم است. قاضیان که یعنی جنگجویان با قاضی با قیم، ز پی غارت سهم. یعنی هر طبقه اجتماعی که یک نقش مهم در واقع همه چیز داره. به هم ریخته است دیگه، به هم ریخته است. از قاضی که قرار نگهبان باشه دنبال غنیمت گرفتنه، حاجی که باید نقش یک معنویت رو در جامعه بازی کنه، دنبال اینه که جلوش تبلی بزنن و چاوشخان ها در واقع یک نمایشی از خوبی نشون بده. و تا میایم باز جلوتر که خب خیلی جمله زیبایی، من اینو خیلی مورد پسندمه که میگه که قدر هر موشکاف از پی ظلم، همچو دندانه شانه به هم است. یعنی موشکاف حکیم دیگه، دانشمنده، که قدر شما نمیدونیم و قدش مثل دندونه های شونه ای که دیگه در هم تنیده شده و شکسته و هم دیگه، مثل اینکه فضیلتی به دیگران نداره، مثل دندونه های شانه که همه هم قدر، نگار موشکاف همین وسط مثل بقیه شمرده میشه. و جناب استاد این بیت اصلا فکر میکنم بیتی که تاریخ انقضا نداشته. مرد ظالم شده خرسند بدین، که بگویند فلان محترم است. تا میایم پایین تر اینجا، همه بد گشت و عذر همه این، گر بدم من فلان نیز همه است. من اگه بدم خب بقیه هم بدم. یه دیگه توجیهی که آدم پشت گناه دیگران قایم بشه بگم. میشه کتاب رو من بدید؟ من خیلی اصلا مشتاق شدم که یکی از قصیده های اعتراضی صنایعی رو با هم مرور کنیم. مرور کرد و به همه انتقاد کرد و دقیقاً اینجا همون جاییه که عرض کردم که در واقع شخص خاصی رو در نظر نمیگیری، یعنی یک جامعه در هم ریخته رو داره میبینه و شاکی از این جامعه در هم ریخته از طبقه بالا هم. یعنی حسنش به اینه که
از اون کسی که عموماً ازش میترسن و سعی میکنن انتقاد نکنن، چنان که در ادبیات رایجه که حالا از زبان حیوانات و نمیدونم اینجور چیزها طعنه به حاکمیت بزنن، اینجا مستقیم از خودش شروع میکنه تا تمام صنوف رو میاره پایین. تو قصیده که مرور کردیم، آره دیگه، در بسیاری از قصیده‌هاش این کارو کرده. به یک کلام میشه گفت سنایی از شرایط روزگارش ناراضیه. و دیدگاه سنایی هم اتفاقا دیدگاه عرفان یا موازین متعالی هنری نیست. دیدگاه سنایی دیدگاه مکتب و مذهبه. یعنی بیشتر به نامسلمانی، به زهد پوشالی و به رفتار زشت آدم ها میبرد. این قصیده خیلی مشهور و قشنگی داره. حتی قصیده های فراوانی سنایی داره که با همین مضمون هست. با اون قصیده‌ای که با ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار، ای خدا خانان قال الاعتذار الاعتذار، این قصیده که من خیلی دوست دارم. از اون قصیده من پیشنهاد میکنم که حتما جوانترها به خصوص نگاهی به اون بندازم. و این یک در قبل از شروع شما بلد. من عذرخواهی میکنم که نه میخوام که ذات خود عرفان هم نوعی اعتراض به شرایط موجود بوده و پیدایش عرفان بخش زیادیش نابسامانی جهان بیرون هستش که شاعر رو به درون دعوت کرده و عرفان از دل این در واقع نابسامانی شکل میگیره. ببین این قصیده که حتما با توصیه استاد پیشنهاد میکنم عزیزانمون این قصیده رو ببینند از سنایی. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی، دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی. فرو شد آفتاب دین برآمد روز بی دینان، کجا شد درد بو دردا وان اسلام سلمانی. جهان یکسر همه پر دیو و پر غولند و امت را که یارد کرد جز اسلام و جز سنت نگهبان. نظرگاه زهدورزانه سنایی است که میگه تنها راه نجات سنت و اسلام هست. بمیرید از چنین جانی که از او کفر و هوا خیزد، از ایرا در چنان جانها فرو ناید مسلمانی. شراب حکمت شرعی خوریدن در حریم دین، که محرومند از این عشرت هوسگویان یونانی. یه کاری میکنید که اونها که اصلا مسلمان نیستند هم این کارو نمیکنن. شما از اونها هم بدترید. مسازید از برای نام و داد و کام، چون قولان جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی. که ادامش با همین اقتدار نگاهش هم نگاه تندیه. طبیعی است آدمی که احساس پاکی میکنه یا جانش رو عمرش رو در مسیر ترویج پاکی قرار داده، وقتی ناپاکان رو میبینه که بیشترند یا در واقع اکثر جامعه صاحب قدرت هستند، اینجوری داد میزنه و ناپاکانی که ادای پاک بودن رو در میارن و در واقع بدترین شکل ادعای پاکی که ایجاد میشه توسط این بدنه قدرت که در دست هستن و دست در دست هم دادن. خب طبیعیه که همچین اعتراضی رو در پی داره. خب جریان‌های متنوعی داره که امروز وقتی میگیم ادبیات اعتراضی، بسیاری از عزیزانون در ذهنشون اعتراض اجتماعی و سیاسی پدید میاد، اما بنمایه این اعتراض در اعتراض‌های اعتقادی و زهدورزانه سنایی در قرن ششم در واقع شکل گرفته و نمونه های خونده شد، وگرنه فراوانه در به خصوص قصاید سنایی این اعتراض ها و این انتقاد ها. خب سیرگه نمیشیم از صحبت های شما، امیدوارم که بازم فرصتی بشه و در این موضوعات با هم بیشتر حرف بزنیم. ضمن سپاسگزاری و خدا نگهدار گفتن به جناب دکتر حسن نورانی عزیز، از شما میخوام که با ادامه هزاره شعر همراه ما باشید.
تنها قالب‌های شعر فارسی نیستند که شناخته شدند و هر کسی در قالب یا قالب‌های شعر میگه. بعضی شکل‌ها و ساختارهای بیانی هست که رواج پیدا میکنه و شاعران زیادی در اون ساختار با بیان ویژه خودشون اندیشه‌های خودشون رو بیان میکنن. یک ساختاری هست، یک نوع بیان هست که شاعر با نظرگاهی که داره، ممکنه اخلاقی باشه، ممکنه عاشقانه یا عرفانی باشه، ممکنه اجتماعی باشه یا هر چیز دیگر، و در اون حوزه سخت‌ترین و ناگوارترین چیزی که به نظرش میاد مقایسه میکنه با همه سختی‌های گاه محال و نشدنی. به این شکل اون ذهنیت خودش رو به کرسی میشونه. مثلا یک رباعی ابوسعید ابوالخیر داره و یک قطعه ملک الشعرا بهار. ما این دو رو که به یک شکل پرداخت شدن میخوایم در این نشست با هم بخونیم، ببینیم فرق تفکر بهار با ابوسعید چیه. ابوسعید در یک رباعی ظاهرا عاشقانه و فوق‌العاده سه کار نشدنی رو میگه. اینکه آنقدر به شیخ باده بدی که صورت او سرخ بشه، اینکه فرنگیان رو همه رو مسلمان کنی، یا اینکه در کعبه که مظهر اسلام هست ناقوس به صدا در بیاری که مظهر مسیحیته. اینا نشدنیه. با باده رخ شیخ به رنگ آوردن، اسلام به جانب فرنگ آوردن، ناقوس به کعبه در درنگ آوردن، بتوان نتوان تو را به چنگ آوردن. که بسیار غافلگیر کننده و زیباست، یک نگاه عاشقانه عرفانی. حالا همین شکل بیان رو ملک الشعرا بهار با مواردی دیگر که سختی رو نشون میدن بیان میکنه. فقط بگم دو پشته در اصطلاح خراسانی ها همون دو ترکه است، یا سه ترک. یعنی وقتی دو نفر یا سه نفر با هم سوار دوچرخه یا موتورسیکلت میشن بهش میگن دو ترکه یا دو پشته سه پشته. دو سویه زیر نیش مار خفتن، سه پشته روی شاخ مور رفتن، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن، میان لرز و تب با جسم پر زخم زمستان زیر آب شور رفتن، مرا باشد هزاران بار خوشتر که یک جو زیر بار زور رفتن. در عین زیبایی هر دو قطعه، اجتماعی بودن و سیاسی بودن و روحیه مبارز بهار در قطعه دوم و اون جنبه های عرفان عاشقانه ابوسعید در قطعه اول کاملا مشهوده، وگرنه از جهت ساختار یک شکل بیان رو هر دو استفاده کردند. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.